بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و احترام داریم خدمت همه شما بیننده های محترم. یک سلام گرم و صمیمی تقدیم شما پدر عزیز خانواده، شما که دستان پرتوان و پر انرژی داری، و یک سلام گرم هم تقدیم شما مادران عزیز خانواده که همیشه پر تلاش و پر استقامت و پر از صفا و صمیمیت هستین. آرزومند بهترین لحظات هستیم برای یک یک شما عزیزان، و بسیار خوشحال هستیم که در یک روز دیگه از روز پنجشنبه همراه شما عزیزان یک جای هستیم. بله، شما عزیزان بیننده برنامه روشنا هستین که تقدیم نگاهاتون میشه، و امیدواریم که در جمع خانواده پر از صفا و صمیمیتتان تا آخرین لحظات بیننده برنامه باشین. اما بسیار هم خوش میشیم که همکنون که برنامه ما زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه، بیاید با ما در ارتباط باشین. نمبر واتساپی را برای شما همکاران ما زیرنویس میکنن، و بیاید با ما بگوین که تعبیر شما نسبت به زندگی چیست؟ بله، چه تعبیر از زندگی دارین؟ بسیار تعبیر زیادی در ذهن شما میایه حتما. از نگاه من زندگی یک هدیه است، یک هدیه خداوندی، یک هدیه پاک و زیبا که تقدیم ما و شما شدم. و ای که ما چه قسم از این هدیه خدای بزرگ استفاده کنیم، این وظیفه ما و شما هست که باید به بهترین وجه از این هدیه که خدا در اختیار ما قرار داده بیایم استفاده کنیم، و از فراز و نشیب و سختی‌ها و مشکلات و مصائب او نترسیم. بیایم استادگی داشته باشیم و مقاومت، و تمام سختی‌های زندگی را به خوبی از راه خود ما و از زندگی خود ما دور کنیم. بله، شاید شما عزیزان بسیاری از افراد دیدین که چقدر در مصائب و سختی‌های زندگی بردبار هستند، همیشه خوشروی هستن، همیشه بانشات هستن، و هیچگاه فکر میکنی هیچ وقت دچار سختی و مشکلات نیست، در حالی که هیچ انسان بدون سختی و مصائب نیست در این دنیا. اما بسیاری از انسان‌ها را میبینی که نه، در کمترین سختی، در کمترین موانع زندگی خودشان چقدر تغییر میکنن، چقدر اصلا مقاومت ندارن، اصلا استادگی ندارن، از یک کاه بسیار کوچیک کوه میسازن برای خودشان، و اینگونه هستن که زندگی که هدیه خدای بزرگ هست را برای خودشان سخت میکنن. امیدوار هستم که شما عزیزان جزء او دست عزیزان باشین که همیشه بردباری و استادگی و مقاومت دارین. بله، امروز هم در رابطه با رمز و رازهای مشکلات زندگی با شما عزیزان صحبت میکنیم، راهکارهای بسیار زیادی را برای شما گفتیم، و امروز هم در رابطه با راهکارهای روانشناسی را همراه شما عزیزان خواهیم داشت. خانم فتحی هم آمدن، حضور دارن، و دعوتشان میکنیم به استودیو، و شما عزیزان هم همچنان همراه ما باشین. سلام، نسخه های طلایی امروز را با آرزوی موفقیت تقدیم شما میکنیم. هر کسی بالاخره روزی دچار مشکلات و سختی هایی میشود. این بخشی از چرخه زندگی است. ما همانطور که نمیتونیم بدون سرما مفهوم گرما را درک کنیم، اگر ناراحتی را تجربه نکنیم معنی خوشحالی و شادی را متوجه نمیشیم. بعضی وقتها مشکلات ما به این خاطر به وجود می آید که کنترل شرایط از دست ما خارج می شه. در بقیه موارد مشکلات ما نتیجه مستقیم تصمیماتی هستند که می گیریم. وقتی ما زندگی انسان را به ذهن می آریم، رنج ها و مشکلات بخش بزرگی از زندگی او را دربر می گیره. همان طور که یک کوهنورد ماهر برای رسیدن به قله کوه مراحل سختی را میگذرانه، یا یک شناگر موجهای متعددی را پشت سر میگذاره و به هدف خودش دست پیدا میکنه. انسان ها هم در مواجهه با مشکلات و مصائب هستند. بعضی با فائق آمدن بر مشکلات پیروز میشوند، و بعضی در مقابل آنها سر تسلیم فرود میارند.
خداوند در سوره مبارکه بقره یک بار در آیه 45 و یک بار هم در آیه 153 بندگان را به صبر و نماز برای پیروزی در مقابل مشکلات دعوت میکنند. ای کسانی که ایمان آورده اید، در برابر حوادث زندگی از صبر و نماز کمک بگیرید. همانا خداوند با صابران است. در این آیه ها خداوند صبر و نماز را به عنوان داروی مستقیم دردهای زندگی مطرح میکنه و میفرماید که من در کنار صابران هستم. این آیه پس از آیه شکر نعمت ها و عدم کفران نعمت بیان شده. یاد ما باشه کسی که ارادهش در مقابل مواجهه با سختی ها قوی باشه، کل جهان را طبق خواست خودش در میاره. کسی که اراده قوی داشته باشه، سختی ها و گرفتاری ها را به فرصت ها تبدیل میکنه و آنها را پله ای برای پیشرفت قرار میده. بله، بسیار زیاد تشکر میکنیم از همه بیننده های عزیز ما و خصوص اونایی که با ما در ارتباط هستن. بیننده بسیار گرامی از کشور تاجیکستان با ما در ارتباط بودن با شماره مثبت 992-90 و 4 شماره آخرشون 2018 با ما در ارتباط بودن و اظهار تشکری کردن از برنامه. ما هم بسیار زیاد از شما سپاسگزار هستیم، از شما بیننده عزیزی که برحال به برنامه خودتان لطف و نظر داشتین. امیدوار هستم که مثل همیشه بیننده برنامه باشین و تا آخرین لحظات از صحبت‌ها و گفتگوهای ما استفاده ببرین. بله، شما عزیزان بیننده هم میتونین با ما در ارتباط باشین. برنامه به صورت زنده و لایف هست و میتونین انتقادات، پیشنهادات، سوالات به صورت مشاوره میتونین از ما پرسان کنین. بسیار خوش میشیم. بله، خواهر خوب ما خانم فتحی در استودیو آمدن. سلام علیکم میکنیم خدمتشان و میخواییم که صحبت حالا زودتر شروع کنیم که برحال وقت داشته باشیم که بتانیم کامل کنیم صحبت ها گفتگوی خودم. سلام خانم فتحی، خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. امروز در رابطه با راهکارهای روانشناسی میخواییم صحبت کنیم. در جلسه قبل اگر خاطر عزیزان باشد، ما برخی از راهکارهای دینی را گفتیم که از نگاه دینی وقتی بر ما مشکل یا سختی یا مصائب در زندگی رخ میده، چگونه میتونیم از اون راهکارها، از اون روشها استفاده کنیم و اون سختی ها را برطرف کنیم، که هم برطرف کنیم هم قابل تحمل باشه و حلش بکنیم. درسته. امروز میخواییم از دیدگاه روانشناسان این بحث پی بگیریم که چگونه میتونیم با مشکلات ما کنار بیاییم و اونها رو بتونیم بر خود ما حل بکنیم. بله. از اون فرصت ها شاید مشکل هم فرصت باشه بر ما. دقیقاً. بله. داشته باشیم. تجربیاتی که برای ما ایجاد میشه از تجربیات میتونیم استفاده کنیم. بله. پس نگاه بکنیم اولا که اینه بر خود ما بقبولونیم که زندگی سخت است. بله. و واقع در یک دنیای واقعی ما زندگی میکنیم. دقیقا. که در اون سختی ها و مشکلات هستن و هیچ کدام ما حقیقتا نخواستیم و کارت دعوت بر هیچ یک از این مشکلات نفرستادیم. بله. اما بله. خب بناچار گاهی پیش میاد که ما دچار یک سری از مسائل در زندگی ما شویم. زندگی همیست دیگه، درست است خانم فتی؟ بله. خب ما در شروع برنامه خانم فتی ما گفتیم مثلا یک تعابیرهای زیادی وجود داره. حتی از بیننده های عزیز ما هم پرسان کردیم که تعبیر شما از زندگی چی است. خانم فتی، من شما میخوام این پرسان کنم، شما چه تعبیری از زندگی دارین؟ این زندگی که قدر ما میگیم که پر از فراز و نشیب و سختی و مشکلات است، ولی خب همیشه یه قسمی نیست، گاهی وقتا زیبایی های هم داره. میتونم در قالب یک مثال خدمت عزیزان بگویم. بله. که زندگی مثل آب روان است. بله. زندگی همین آب که نگاه میکنیم. درست. ما این حیات انسان است. بله. اگر آب نباشه ما حیات نداریم. دقیقا. پس زندگی مثل آب روان است که جریان دارد. بسیار عالی. اما بعض مواقع میبینیم این آب هم دارای موج میشه. بله. در مسیر این آب صخره میاید، سنگ میاید، موانع میاید. پس همین آب که به همین زلالیست، روانیست، گاه براش مشکلات هم به این تعبیر پیش میاید. بله. برای آب روان. پس زندگی ما هم میتونه مثل
آب روان باشد. مثل آب نباشد که راکت و ساکن است. درست. چرا که همین آب که خودش مایه حیات است، اگر راکت باشد، اگر درش موج نباشد، اگر مسائل برش پیش نیاید، معلومه متعفن میشه و اون مایه بله حیات بودن خودش از دست میدهد. پس اگر در زندگی ما مسائل و مشکلات هست، هیجانات هست، حالا چی از نوع خوشیش یا از نوع غمش، بدانیم که این فراز و فرودهای زندگی هست و ما ناچار هستیم که با این باید کنار بیم. پس چه بهتر که سعی کنیم یاد بگیریم وقت دچار مشکل یا مسئله میشیم، بدانیم براحتی از اونها بگذاریم انشاءالله. از دید روانشناسی امروز میخواییم این رو بررسی بکنیم که اگر ما به مشکل برخوردیم چگونه از این مشکلات رهایی پیدا بکنیم. روانشناسان در اینجا این تعبیر رو کردن که ما از این هیجانات زندگی باید درس بگیریم، ناامید نشیم. درست. بالاخره هر کسی به یک تعبیر به زمین میخوره. بله. این مشکل اقتصادی است، خانوادگی است، بسیار زیاد است. بله بله. این مهم این است که ما چگونه از این مشکل به پا بلند شویم. بله. بلند شویم و دوباره همون زندگی خود ما را به جریان بیاندازیم. پس میگن نوع نگاهتان را به مشکلات تغییر بدین. نوع نگاه ما. نوع نگاه ما. درست. این باشد که آیا مثلا من از این به تعبیر زانوی غم بغل بگیرم، بگویم این مشکل بر من پیش آمده و من باید بسازم و بسوزم. درست. یا این که نه، از دل همین مشکل یک فرصت بر خودم بسازم و او را به عنوان یک تجربه تلقی بکنم و بخیزم دوباره به کارم، به زندگی خودم، به تحصیل خودم ادامه میدم. پس بنابراین نوع نگاه ما را به مشکل و یا اون مسئله باید تغییر بدیم. اگر تغییر دیدگاه ایجاد شد، مشکل هم حل میشه و ما میتونیم از اون، یعنی این نوع نگاهی که میگن خانم فاطمه، مثلا گاهی وقتا بعضی از انسان ها هستن که یک مشکلی که وجود که بسیار خرد است، اینقدر اون را کلان میسازن، اینقدر او را برای خودشان سخت و کلان و بزرگ میسازن که فکر میکنن که این دیگه هیچ وقت حل نمیشن. یا بعضی وقتا بعض انسان ها هستن که نه، مشکل هست ولی اینقدر او را خورد و سطحی میبینن، اعلام میکنن باز اون مشکل اینقدر جمع میشه اینقدر کلان میشه که دیگه اید نمیفهمن که از چه قسمت، از چه رای او را حل کنن. این نوع نگاه به هر این دو نگاه به این قسمت ها هم بله، مربوط میشنی؟ بله. باید مشکل را باید حل بکنیم. آه. اگر او را نادیده بگیریم، بگوییم که این مشکل نیست، شاید به تعبیر شما او بزرگ بشه بر ما. بله، هرچند بله. که کوچک است. همین چیزهای کوچک هم میتونه بر ما مشکلات در زندگی درست. پیش بیاره. پس هم از نوعی که بسیار اگر بزرگ باشد باید برای حل اون بپردازیم و هم از نوعی که کوچک باشد چون که در آینده بر ما مشکل ساز نشود. پس نوع نگاه ما را در قدم اول باید تغییر بدیم، هم نسبت به خود ما هم نسبت به مشکلات. من مشکلات. مسئله دومه که روانشناسا پیشنهاد میدن، میگه که حتی در بکار بردن واژه ها هم بسیار دقت بکنید. آه. تغییر در واژه هایی که به کار میبریم. خب. چرا که ضمیر ناخودآگاه ما انسان ها از حرف هایی که میزنیم تأثیر میپذیرد. بله. و این حرف ها بار دارد، یعنی یک بار یا مثبت دارد بر من. درست. یا یک بار منفی دارد. پس نگاه کنید هنگامی که به مسئله روبرو میشید، مصیبت برمیخورید، اون واژه‌ای که به کار میبرید بسیار مهم است. بله. چند تا مثال رو خدمت عزیزان عرض کنم، مثال‌های روزمره‌ای که با هم ما بله. در گفتگو میکنیم و همین تعبیرات بر ما میتونه تأثیر داشته باشه. با عنوان مثال، ما به همدیگه که میرسیم میگیم که مانده نباشی، خسته نباشی. نه بله. بله، این تعبیرات رو به کار میبریم. میگه شاید بهش خستم نباشه ولی ما میگیم خسته نباشی. بله، همین میگه بار معنایی دارد. یا اگر یک کار روزمره است انجام میدیم، میگه من بسیار خسته شدم.
من مشکل دارم یا مثلا از این تعبیرات بسیار به کار میبریم. میگه دقت بکنید که ضمیر ناخودآگاه ما در مقابل اینها مقاومت داره، فکر میکنه که ما بسیار پس خسته هستیم، یک نوع القاء ناامیدی، یک نوع القاء خستگی، یک نوع القاء که واقعا ما مشکل دارم. خود ما با همین کلمات بر ما میگیم و بار میشه این معنای منفی اینها. درسته. پس میگه که در کلمات ما هم بیم تعابیر تغییر بدیم، جا به جا بکنیم. درست. مثلا وقت مشکل پیدا کردیم بگیم که من دارم تجربه کسب میکنم. آه. یا در رسیدن با همدیگه بگیم خدا قوت. خدا قوت. به جایی که بگیم خسته نباشی بگیم خدا بس. قوت. یا به جایی که بگیم من مشکل دارم بگیم من مسئله دارم. چرا؟ به خاطر که میگه ضمیر ناخودآگاه ما مسئله را راحت تر میتونه حل بکنه. درست. وقتی که مشکل بگویم یا خستگی بگویم همون را جذب میکنه. همون را جذب میکنه، فکر میکنه بسیار یک مانع بزرگ پیش روش است و او را نمیتونه از راه خودش برداره. اما ما در مدرسه بالاخره یاد گرفتیم با مسائل ریاضی را حل کردیم. بله بله. فیزیک خواندیم مثلا، فرمولش یاد گرفتیم، حل کردیم. ضمیر ناخودآگاه وقتی به من مشکلم پیش میاد و من القا بکنم به خودم که من مسئله دارم، پس میگم من این مسئله را میتونم حل بکنم. بله. و این کار نیست. خب من دارم تجربه مثلا کسب میکنم. حالا به عنوان مثال شخص در امتحان کنکور ناکام مانده مثال. درست است؟ بله. خب این برخی ها بسیار یک مشکل بزرگ میدانن، فکر میکنن که دیگه چاره نیست، چاره نیست و این فرصت از دست دادن. در حالی که این گونه نیست. شاید این یک فرصت و این یک تجربه جدید است که من کسب کردم. دیگه اون اشتباهاتی که مثلا در امسال بله بله. برخورد کردم دوباره تکرار نکنم. یا اینکه بعد از اینکه اینقدر تلاش کرد و کوشش کرد و دوباره از سر خوان میتونه به یک مرتبه بالاتر برسه. بله. درست. برای بار دوم که میخواد تلاش کنه میتونه مرتبه بالاتر رو به دست بیاره. به خاطر که تجربه کسب کرده. هم بیشتر میتونه مطالعه بکنه. مثلا در روز 5 ساعت مطالعه میکرده. خب این کافی نبوده. بله. پس توانت بیشتر بکن، 8 ساعت درس بخون. یا مثلا کلاسای آمادگی نرفته، کلاسای تست زنی نرفته. آدم بسیار بلده بوده. بله بله. اما چون تست نمیتونسته سری بزنه، وقت کم آورده. وقت کم آورده. پس این به عنوان یک مشکل بزرگ بر خودش فرض نکند. بوی این یک تجربه بود که من کسب کردم و سال دلست. آینده میتوانم ایره برطرف بکنم. و ذهن انسان هم ایره میقبولانه و قبول میکنه که بله، من امسال اگر این مشکل مسئله را داشتم رفع میشه و این کدام مشکل و مسئله خاصه نیست و من توانایی این کار را دارم. پس دومین راهکار این شد که تغییر در واژه هایی که هم به کار میبریم هم بله. مهم است. درست. و این رو باید دقت داشته باشیم. خب بعد از یک میان برنامه بریم به مسائل بعدی بپردازیم. درست است؟ بله. خب بیننده‌های عزیز و خانواده های گرامی، میان برنامه آماده نشت داریم، تقدیمتان میکنیم و همچنان همراه ما باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا من آغاز میکنم ستایش را به حمد تو و به نعمت و احسانت راه حق و صواب را میجویم و یقین دارم که تو مهربانترین مهربانانی در هنگام عفو و بخشش و سخت ترین منتقمی در جایگاه عقاب و انتقام و تو بزرگترین جبارانی در جایگاه بزرگی و کبریایی. بار خدایا تو به ما اجازه دادی که به درگاهت دعا کنیم و حاجت طلبیم. پس ای خدای شنوا، سپاس مرا بپذیر و دعایم را اجابت فرما و از لغزشم به کرمت درگذر که چه بسیار
تو غصه و اندوه ها را برطرف کرده ای و هم مغم ها را زائل ساخته ای و لغزش ها بخشیده ای و رحمت ها منتشر برخم نموده ای و زنجیر های بلا را در هم گسسته ای. سپاس و ستایش خدایی را که جفت و فرزندی نگرفتند و او را در ملک وجود شریکی نیست و قدرت کاملش بی نیاز از یار و مددکار است و بزرگترین تکبر را سزاوار است. ستایش خدا را به جمیع اوصاف کمالیش بر تمام نعمتهای بیشمارش. ستایش خدای را که در ملکش هیچ مخالفی ندارد و در امر و فرمانش خصمی کشمکش نتواند. ستایش خدا را که در آفرینش او شریک نباشد و در بزرگی و بزرگواری او را مانند نیست. سپاس و ستایش خدایی راست که امرش در خلق نافذ و اوصافش آشکار و مجد و بزرگواریش به لطفش پدیدار است و دست عنایتش به جود و بخشش بر خلق گشاده و باز است. بله، بسیار تشکر میکنیم بازم از همراهی یک یک شما عزیزان بیننده. بله، ما میگیم سختی ها و مشکلات در زندگی ما هست، اما چه خوب است که بیایم راهکارهای از اونا یاد بگیریم که چه باید بکنیم که این مشکلات و سختی ها را از زندگی خود ما دور کنیم. خب این راهکارها را در برنامه روشنا روزهای پنجشنبه برای شما عزیزان ما بیان میکنیم و امیدوار هستیم که این موضوعات حتما در زندگی ما عملی شود، تایی که مشکلات و سختی ها و موانع از زندگی و از جامعه ما و از خانواده های ما دور شود. خب خانم فتحی، بله، راهکار سوم میخواستیم بگویم. دو راهکار بسیار عالی را بیان کردیم برای بیننده های ما و ما راهکارهای بعدی در انتظار هستیم. پس راهکار اول تغییر در نگاه ما بود و راهکار دوم تغییر در استفاده از واژه ها بود. درست. که چگونه اینها را به کار ببریم. راهکار سوم که روانشناس ها هم یا روانشناس های مسلمان هستند و یا ادیان دیگر که به خداوند متعال اونها هم باور دارند، سومین راهکار را میگه توکل بر خداوند متعال. درست. این ما در برنامه قبل هم داشتیم. چرا میگه توکل بر خداوند؟ اینها هم معتقدند که وقتی ما به سختی برخورد میکنیم، اولا که روحیه خوب داشته باشیم. درسته. دوما به یک حامی و پشتیبان قوی نیاز داریم. و بهترین پشتیبان خداوند متعال است. بله، دقیقاً همونطور است. بله. که میگه توسل بکنیم به بالاترین قدرت ها و خود را بسپاریم به خداوند متعال. بله. چون بالاخره ما سعی بندگی خودمان را انجام میدیم. بله بله. و این تعبیر بسیار زیبا هم در آیه قرآن به همین صورت است که خداوند در سوره طلاق آیه 2 میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم و من یتق الله یجعل له مخرجا. خداوند در این آیه میفرماید که هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوندم راه نجات برای او پیدا میکنه. ده. پس ما اولا که راه را خود ما پیدا بکنیم که چگونه با مشکل برخورد کنیم. بعد اون به خداوند متعال هم پناه ببریم و توکل کنیم. پناه ببریم. و اینجا شاعر بسیار زیبا میفرماید که میگه با توکل بر خدا دنیا به کامت میشود، با تعامل با جهان جان ها به جانت میشود. این که ما هم بر خدا توکل بکنیم و هم که تعامل داشته باشیم، دنیای واقعی پر از مسائل و مشکلات هست.
دقیقا همین که خداوند گفته که بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. وقتی که ما توکل نکنیم، وقتی ما ازش چیز نخواهیم و دعا نکنیم، خب مسلم است که نمیتونیم پشتیبان بزرگی چون خدای بزرگ را همراه خود ما داشته باشیم. پس بنابراین سومین راه توکل بر خداوند میباشه و ما چون در جلسه قبل پیرامون این مسائل زیاد توضیح دادیم ازش عبور میکنیم. درست. راهکار بعدی میگه اعتماد به نفس است. انسان خودش را باور داشته باشه، خودش را بالاتر از مشکل ببینه. یکم که سخت است نه خانم فتی؟ گاهی وقتای قدر آدم احساس ضعف پیدا میکنه که فکر میکنه این سختی ها و مشکلات کجا و توانایی و قدرت ما کجا. باز این خود از یک راهکارهای زیاد کار داره که انسان بتونه خودش را بالاتر احساس کنه از سختی ها و مشکلات. بله. اینا رو بیان میکنین برای عزیزان ما، بیننده‌های ما. خب این که انسان اعتماد به نفس داشته باشه، خب شاید جلسه مستقل بخواه. بله بله. همین که خب ما انسان‌ها خلیفه خداوند در روی زمین هستیم. ببینیم خداوند متعال چقدر قدرت دارد و یک شمه از اون قدرت به ما هم داده است. درست. خداوند همین عقل که بر ما داده اینه ما رو توانمند کرده است. خداوند وقتی بر ما سلامتی داده ما توانمند هستیم. ابزار اینها را که در اختیار ما گذاشته خداوند، الحمدلله دست داریم، پا داریم، تعقل و تفکر داریم، میتونیم از تجربیات دیگران استفاده کنیم. درست. از راهنمایی بزرگان ما استفاده کنیم، پناه بگیریم به قرآن، از آیات قرآن استفاده کنیم. پس من اگر سعی کنم مجموع زندگی خودم، سعی میکنم توانایی من، ابزار من بالاتر از اون مشکل است. بله. خب اگر خاطر عزیزان باشه، ما گفتیم برخی از مسائل و مشکلات است که در اون اراده انسان دخیل نیست. بله. قطعا ما منظور ما این گونه مشکلات نیست. خب مثلا مرگ میر یکی از اتفاقات تلخی است که برای همه میفته. بله. و جهان طبیعت اقتضایش همین مسائل هست. اما برخی از مشکلات دیگه هست که به دست ما انسان هاست. درست. حالا اگر من خودم توانستم که اون مشکل را برطرف بکنم و همین اعتماد به نفس به همین مسئله اشاره می کند که من خودم بالاتر از اون مشکل ببینم. درسته. عرض کردیم روحیه خوب انسان داشته باشه، روحیه خود بالا بگیره، فکر کنه که من میتونم. بله. من اینقدر توانایی دارم، با توکل به خدا و توانایی های خودم من میتونم رفع کنم مشکلات من. ما عرض کردیم اگر شما زندگانی افراد موفق را نگاه بکنید، اینها از اکثرا از طبقه بودن که مرفه نبودن. بله بله. مشکلات در زندگی شخصی خودشان داشتن. بله. یا به لحاظ مالی یا حتی خانوادگی. و حتی برخی اینا گفتیم شخصی، مثلا لکنت زبان داشتن. درست. زبانشان خوب کار نمیکرد. یا در مدرسه وقت مکتب میرفتن، اینها از اون افرادی بودن که مورد تمسخر قرار میگرفتن، یعنی هوش خوبی هم نداشتن. اما خب فائق آمدن به این مشکلات. میبینیم جامعه ما انسانها، جامعه انسانها رو نگاه بکنید که مرهون خدمات همین انسانهای بزرگ هستن. بله. پس اعتماد به نفس، شاید یک روز اون شخصم که چنین توانایی نداشت بر خودش شاید همین مسئله را القا کرده باشد که من میتوانم. بله. و خودش را از اون مشکل بالاتر دید. و اگر ما این گونه نگاه بکنیم قطعا مشکلات ما حل قابل حل خواهد بود. خانم فتی، این اعتماد به نفس در چه حد باید باشه؟ گاهی وقتا اعتماد به نفس ها به سقف است، دیگر یک قدر بالا است که میشه گفت که اعتماد به نفس کاذب گفته میشه دیگه. بله. درست است؟ مثلا بیش از حد است، در حدی که دیگه نمیفهم چه قسم بگویم که یعنی قدر اعتماد به نفس از او بالا است که حتی فکر میکنه که سختی ها و مشکلات و یه پایی مهم نیست بر از این، و اینقدر او سختی ها و مشکلات جمع میشه که دیگه یک دفعگی خدای نکرده دیگه غرق در او سختی ها و مشکلات. بله. میشه همه چیزش با تعادل. ما دین ما دین تعادل است، همه چیز با تعادل خوبه. ما این خدمت عزیزان میگیم که اگر به سختی برخورد کردید یا به مشکل برخورد کردید، دیگه خودتان رو پایین تر از اون
نبینید و اینجا باید کمر همت بست و عزم ما را جزم بکنیم برای رفع اون مشکل دلست. چون اگر خود ما را ضعیفتر ببینیم قطعا او بر ما غالب خواهد شد. وقتی کلمات بر ما تأثیر داره و ضمیر ناخودآگاه ما فکر میکنه که مشکل وقتی میگیم یک صد یک مانع به وجود آمده، خب اگر این تعابیر رو به خود ما القا بکنیم بگیم بله من مشکل دارم، من ناتوانم هستم از حل اون، بله. خب قطعا دیگه مشکل رفع نخواهد شد. درسته. اما بر خود ما هم تعابیر را اصلاح بکنیم، تعابیر خوب به کار بریم، هم به نفس ما بقبولانیم که من میتونم از پس این مشکل بله. بر بیاییم، روحیه خدا بالا بگیریم بله. و بفهمیم که ما میتونیم بله. بله. و راهکار دیگر میگن این است که بسیار در مشکلات چرایی نکنیم. میگن انسان‌های موفق را وقت نگاه میکنیم از سوالاتشان می فهمیم که چه انسان هایی هستند. باید به چگونگی ها بپردازیم. بیشتر مردم میگه شاید تا 80% مردم بسیار چرایی میکنن که چرا این مشکل، این سختی، این مسئله برای من پیش آمده. خب میگه این چرایی کردن و همیشه دنبال علت بودن رفع مشکل از من نخواهد کرد. بله، انرژی آدم هم کم میکنن. بس باید جا به جا بشه، تغییر ایجاد بشه در چرایی و چگونگی. باید 20% بگیم چرا، که علتش هم بفهمیم که از کجا این مشکل پیش آمده، که دوباره تکرار نکنیم. و 80% بگیم که چگونه حالا این مشکل رو من حل بکنم. و ما مثال زدیم در مورد کنکور. بله. میتونیم در مثال یک زندگی به کار ببریم. بله بله. که امروز اگر من مشکل دارم در زندگی، چرا این مشکل پیش آمده و حالا چگونه باید اون بله. رفع کنیم و حالا که پیش آمده و ما وارد این جریان شدم، وارد این زندگی بله، شدم بله. خب راه برگشتم نیست، پس چگونه این مشکل را حل بکنم. همیشه به این صورت بوده است که در ابتدای زندگی هم معمولا جوان ها مشکل دارن با هم. چرا؟ بخاطر که طرف مقابل را خوب نمیشناسن. بله. وقتی با هم مراوده داشتن، اخلاقیات همدیگر را شناختن و فهمیدن که چگونه با این مثلا مرد یا با این زن من رفتار بکنم، مشکلم حل میشه. قطعا حل خواهد شد. بله. پس ما سعی کنیم با همین مشکلات، حالا شاید یک کسی با مشکل اقتصادی بر بخورد در خانواده، یا مسئله تربیتی با فرزندان، خب نریم که بگویم چرا برای من این مشکل پیش آمده. چرایی های ما را کم بکنیم و چگونگی های ما بپردازیم. درست. چگونگی ها همین راه حل هاست. بله، وقتی آدم به فکر چگونه باشه مطمئنن میره راه حل هایی را بر خودش پیدا میکنه. ولی یه چراهای زندگی بسیار بد است. همیشه کوشش میشه در داخل خانواده همش به فکر چرا باشه. او میگه مثلا خودتی کار کردی، او میگه نه این تقصیر توست، این تقصیر این نیست، تقصیر اوست. این چرایی ها در زندگی مشکلات زیادتر بند. میکنن. پس به دنبال چگونه هایی از او باشیم، چگونه ها باشیم، چه قسم برطرف بند. کنیم اونا را. این چگونه ها همون قانون اقدام عملی است، یا بهش میگن پارادو. اینه مثلا عمل کنیم، چون چرایی وقت سوال میکنیم دیگه عمل درش نیست. فقط میخواییم که ببینیم این مشکل از کجا پیش آمده و دنبال هیچ راه حل نیستیم. اما اون چیزی که بر ما راهگشاست همین عمل کردن، اقدام بکنیم که از این پس دیگه با این مشکل کالا روبرو شدم حلش بکنم و مواجه نشوه. پس چگونگی هایی را که پیدا کردیم اونا را فقط تو نکنیم، بگویم خود اونا پیدا کردیم که چه قسم ما مثلا سختی ها را برطرف کنیم دیگه، اما تو دیگه خلاص ایلا نکنیم دیگه، باید بیایم اقدام کنیم. بله. برای رفع از او. بله. اقدام بکنیم. مثلا میتونه یکیش الگوگیری باشه از کسانی که با همین مشکل برخوردن. حال فتی 5 دقیقه فرصت داریم تا اینکه انشالله اتمام برنامه. حالا این الگو که میخواییم بگیریم از کیست؟ اینم بسیار مهم است که از کی میخواییم الگو بگیریم تا مشکل ما را
برطرف بکنیم. شاید برخی از خانواده ها خودشان هم الگوی مناسب نباشد. دختر به زندگیش رفته و به مشکل برخورد کرده و مادر نمیتوانه او را راهنمایی بکنه. درسته. شاید حتی اشتباهن، چون خود اون مادر آموزش ندیده و این دختر را راهنمایی بکنه که باز دوباره به همون مشکلش ادامه داشته باشه و گرفتار باشه. پس دقت بکنیم که اگر الگو هم از کسی میگیریم، از تجارب اونها میتونیم در زندگی استفاده کنیم، چه افراد هستن. قطعا بریم به افراد موفق یا خانواده یا افراد دیگه که در پیرامون ما هست، از اونها الگو برداری کنیم. پس یک اقدام عملی این است که من اولا تصمیم بگیرم که این مشکل رو من حل بکنم، برش راه حل پیدا بکنم. و یکیش میتونه همین الگوگیری باشد از کسانی که تجربه خوب زندگی کردن را دارن. حالا مثلا یک فرد تجارت میکرده، در مسئله تجارت خودش با مشکل برخورده، این اول ببینه که چرا، چی کار انجام داده است که به این مشکل برخورده. بله. بعد ببینه کسایی که موفق هستن چگونه تجارت میکنن که موفق میباشن. درست. و این میتونه از تجربه اونها بهره بگیره و اونها بله رو الگوی خودش قرار بده. پس در همه زندگی ما میتونیم همین مسئله رو در نظر داشته باشیم. و از راهکارهای دیگر گفته که تفکر مثبت داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی این که این مشکل میتونه بر من فرصت باشه و من اینو به عنوان یک مشکل صرف نگاه نکنم. اگر یک مشکل صرف بود، من در زمین خواهم خورد و بلند نمیشم. بله، مثلا 100% بگویم این مشکل است. این کاملا دیگه مشکل است. 100%. هیچ از این دل این مشکل بر من نمیتونه فرصت باشه که من از او استفاده بکنم. یعنی یک مشکل است که راه حل نداره. بله. اینطوری فکر نکنه. بله. میگه تفکرتون تفکر مثبت باشه. به عنوان مثال میگه شما وقتی به یک گل نگاه میکنین، میتونین از زیبایی و گل لذت ببرین. یک بوته گل را در نظر بگیرین، از زیبایی او لذت ببرید، از بوی او لذت ببرید، اما میتونه به خارش نگاه بکنین. دیگه. بله. خب بالاخره این گل اگر بوته هست، خار هم دارد. حالا میگه این نوع تفکر مثبت با شماست که میتونین از اون گل لذت ببرید یا از اون خارش بترسید و از او مثلا استفاده نبرید. یعنی بستگی به او دید ما داره که ما به کجای از او ببینیم، آیا به زیبایی های گل یا به خار گل. بله. یا مثال دیگه هست که میگه ما همیشه لیوان یا پیاله را نیمه خالیشه میبینیم. میگه نه، شما نگاه کنید که اون پوری، اون آب که در اون است، اون مایه نوشیدنی که در آن است، او رو نگاه کنید که قسمت اعظم اون لیوان ما رو او پر کرده. اما ما چیکار میکنیم؟ با قسمت خالیش نگاه میکنیم. میگه زندگی هم به همین صورت است. بله، دقیقاً. که ما با کدام از این نگاه بکنیم که فرصت ها رو از دست ندهیم. بسیار عالی. تشکر میکنیم خانم فتحی، زنده باشین. تشکر و سپاسگزار هستیم از خواهر خانم فتحی و صحبت‌های بسیار خوبشان. امیدوار هستیم که بتانیم از همه این مواردها در زندگی خود ما به کار ببریم و اونا را عمل کنیم. انشالله که همه قسم هست. شما بیننده های خوب جز افرادی هستین که همیشه در زندگی عمل دارین و در سختی ها و مشکلات هم همیشه پیروز و بردبار بودین. از حضور خواهر خوب خانم فتحی خدافظی میکنیم و از حضور جمع شما عزیزان خانواده که همراه ما بودین تا این لحظه، از حضور شما هم خدافظی میکنیم. امیدوار هستیم که همیشه مثبت اندیش باشیم و در مقابل سختی ها و مشکلات هم مقاوم. خدا نگهدارتان. عليك يا أجمل خلق الله.